سلام شنبه 29 بهمن 90 18 فوریه 2012 میلادی در مورد 8 موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه احکام اعدام زانیار و لغمان مرادی به دایره اجرای احکام رجای شهر کرج آمده اگرچه هنوز متن حکم به رویت وکلای این دو جوان نرسیده ولی کاره سازمان های حقوق بشری خبر دادند از اینکه تیغ اعدام بالای سر این دو جوان قرار گرفته کمپین و کارزار برای نجات اونها شروع شده و اطلاعیه ها و امضا جمع کردن ها برای مبارزه با حکم وحشیانه اعدام علیه این دو زندانی سیاسی شروع شده آقای سهرخیز روزنامه نگار شجاع هم به بیمارستان قلب امیرآباد منتقل شده هنوز از کم و کیف بیماری سهرخیز اطلاع بیشتری به دست نیامده رضا شهابی عضو سندیکای آزاد شرکت واحد هم که به دلیل مشکل مهره های گردن و خطر قطع نخا بالاخره به بیمارستان منتقل شده بود قبل از اتمام معالجاتش به زندان برگردنده شد نکته دوم این که صد کارگر رسمی کارخانه غند بهستان واقع در استان خراسان جنوبی به همراه شست کارگر فصلی این کارخانه شش ماهه که حقوق نگرفتند. این کارخانه قند که با کمک دولت هم سعی کرده بود حقوق رو بده امکان ادامه حیاتش با مشکلات جدی مواجه شده نکته سوم که مهدی عبداللهیان دبیر انجمن صاحبان صنایع استان تهران مطرح کرده که تنها 38 درصد کارخانه ها فعال هستند او گفته 25 درصد کارخانه ها تعطیل شدند 21 درصد کارخانه ها نیم فعال هستند و 16 درصد هم در حال تعطیلی موقت یا در پروسه تعطیلی قرار گرفتند علت اصلی رو آقای عبداللهیان مسئله حسب یارانه ها دونسته که باعث افزایش قیمت انرژی و سایر هزینه های کارخانجات شده و پولی رو که دولت از محل حس یارانه ها باید به تولید میداده پرداخت نکرده طور که قبلا هم صحبت کردیم دولت احمدی نژاد از اون قانون اجرای حس یارانه ها بخش تولید رو نپرداخته همه رو به مردم داده ضمن اینکه حتی برای پرداخت به مردم هم کسر داشته و دست در کیسه وزارت نیرو یا بانک مرکزی یا جاهای دیگه کرده حال این گزارشی که آقای عبداللهیان داده در انتظار تمام کارخانجات کشوره که با افزایش قیمت انرژی و حمل و نقل و سایر هزینه ها قیمت تمام شده کالاها بالا خواهد رفت و به دلیل نبودن قدرت خرید مردم کارخانجات دچار مشکل رکودی میشند و یکی بعد از دیگری تعطیل خواهند شد نکته چهارم اینکه سایت انصار حزب الله خبر میده از اینکه از قول آقای عباس نبوی رئیس مؤسسه تمدن و توسعه اسلامی خبر میده از اینکه در جلسه دیدار مجلس خبرگان با رهبری آقای خامنه ای به خبرگان گفته که اجازه نمیدهم خبرگان در کار من دخالت کنه این البته دفعه اول نیست در زمان آقای خمینی هم این سابقه داشت و در واقع نشون میده که قانون اساسی علا ادعایی که در تعریف مجلس خبرگان شده به شدت ناکار آمده و هیچ نوع اشراف انتقاد و یا تصیح و دخالتی خبرگان در کار رهبر نمیتونه بکنه نکته پنجم اینکه سرات نیوز خبر میده از اینکه بیت رهبری به مأموریت آقای آقا محمدی در دولت پایان دادی این نشونه دیگری از پایان ماه اصل دولت و بیت آقای آقا محمدی که همشهری آقای اسخر حجازی مشاور ویژه اطلاعاتی آقای خامنه‌ای و از نور چشمی های بیت رهبری است مسئولیتش معاونت در نظارت و هماهنگی در سیاست های اقتصادی با آقای رحیمی معاون اول بوده و در واقع مثل چشم بیت رهبری در دستگاه دولت بوده و آنچه که بیت رهبری گفته این است که پس از مشورت با یک مقام اجرایی و عدم فایده همکاری با این دولت به مأموریت آقای آقا محمدی خاتمه داده شده نکته ششم اینکه نامه ای که آقای جلیلی به خانم اشتون نوشته و متنش روز گذشته به مطبوعات درس کرد حاکی از این نیست که ایران گفته نرمش بیشتری داره و اعلام کرده که همه چیز قابل بحثه البته این ظاهرا تاکتیک شناخته شده ایرانه که میاد در داخل یه شعبت بازی را میندازه مثل همین خبر هسته ای که در دو سه روز گذشته دادن برای اینکه و بر رجسخانی و غیره برای اینکه به مردم بگن ما تماکان قلدری میکنیم اما در خارج سر میز مذاکره بشینه و اگر بتونن دفع وقت بکنند و کار رو به تعویق بندازن البته باید دید این بار با فشار سنگین تحریمی که وارد شده آیا باز هم هیئت مذاکره کننده ایرانی دفع الوقت خواهد کرد یا نه نکته هفتم اینکه دیروز در جمعه دیگری در سوریه مجموعا پنجاه نفر در سطح کشور سوریه کشته شدن یک عضو شورای ملی سوریه اعلام کرده که دو سوم از دمشق هم وارد جنبش شدن چون یکی از مشکلات در سوریه این بود که ساختار پایتخت به ای بود که نیروهای حکومتی خیلی جاها بودند و مردم دمشق مثل خیلی شهرهای دیگه وارد جنبش و اعتراض نشده بودند که با این ترتیب میشه گفت که دمشق هم به تدریج وارد جنبه شده و نکته آخر خبری که میتواند برای ما اسباب تأسف و تحسر باشه این است که در اخبار جهان اومده بود که رئیس جمهور آلمان آقای کریستیان ولف که از حزب دموکرات مسیحی هست برای اینکه یک وام کم بهره 500 هزار یورویی قبل از اینکه به قدرت برسه به رئیس جمهوری برسه گرفته بوده زیر انتقاد شدید مطبوعات و احزاب مخالف قرار گرفت و سرانجام استعفا کرد این یعنی نظام دموکراتیکی که فساد رو ولو در همین حد بسیار نازل هم تحمل نمیکنه و یک سیاستمدار ناچاری که از کارش کنار بره برخلاف ایران که مثلا معاون اول آقای احمدی نژاد چندین پرونده کلفت اختلاس داره یا در بیت رهبری یا در سپاه یا در نمایندگان مجلس یا پرونده های سه هزار میلیارد تومانی و به دلیل بسته بودن فضا و غیر دموکراتیک بودن و حاکمیت یک فرد به نام ولایت فقیه امکان انتقاد و کنار گذاشتن فاسدین وجود نداره اندکی صبح سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی